سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و همراهان گرامی. برنامه هندیمن رو میبینید. در برنامه امروز در مورد انواع متاهایی که در بازار وجود دارن بحث میکنیم. پس اگر میخواهید انواع متاهای بازار رو بشناسید و خودتون برید داخل مغازه و فرق متاه با کیفیت رو با یه متاه بی کیفیت تشخیص بدید، بشینید و این برنامه رو تا آخر ببینید. قبل اینکه کار رو شروع کنیم ازتون خواهش میکنم برای حمایت از ما کانال پرشین هندیمن رو دنبال بفرمایید. لطفا تا آخر برنامه با من همراه باشید. من تقریبا اکثر متاهایی که در بازار وجود دارن رو آوردم اینجا تا در موردش با هم بحث بکنیم و در موردشون توضیح بدم. متاهای معمولی رو معمولا با سه روش تقسیم بندی میکنن. یکی بر اساس جنس خود متاه هست، یکی بر اساس رنگ ظاهری متاه و دیگری بر اساس زاویه نوک متاه. ابتدا متاهایی که ما اینجا داریم و بر اساس جنسشون با هم تقسیم بندی میکنیم و در موردشون صحبت میکنیم. اولین گروه از متاهایی که میخوام خدمتتون معرفی کنم که بر اساس جنس تقسیم بندی میشن، متاه معمولی هست که جنسش از فولاد معمولی هستش. این متاها همونطور که در تصویر میبینید رنگشون رنگ سفید رنگ هست و فقط برای سوراخکاری آلومینیوم، پلاستیک و چوب به کار برده میشن. نوکشون زود کند میشه، تحت فشار اگه خیلی بهشون فشار بیارین خم میشن و تاب برمیدارن، اما در عوض قیمت بسیار پایینی نسبت به باقی متاها دارن. دومون گروه از متاهایی که خدمتتون معرفی میکنم متاهای HSS هستن که حروف اختصاری های اسپید استیل هستش که اصطلاحا بهش میگن فولاد سرعت بالا. جنسش از فولاد کربن بالا با که با آلیاژ های متفاوتی ترکیب شده، قابلیت تیز شدن داره، نسبت به متاهای آهن دیگه قیمت پایین تری داره، در برابر گرما خیلی مقاوم نیست و مخصوص آهن معمولی، آلومینیوم، پلاستیک و چوب هستش. اما از کجا بفهمیم که یه متاه HSS هست یا خیر؟ شما در انتهای متاه هم شماره یا نمره متاهی میبینید و هم مشخصات دیگه متاهی. متاهی اگه متاهی HSS باشه، در انتهای متاهی همونطور که میبینید نوشته شده و کلمه HSS هک شده. دسته سوم از متاهایی که میخوام بهتون معرفی کنم متاهای کوبالت هستن. متاهی کوبالت همون متاهی HSS هست که با آلیاژ از کوبالت ترکیب شده. از متاهی HSS معمولی بسیار قوی تره، به گرما مقاومه و به راحتی سرش نمی سوزه، دیرم سرش کند میشه، اما در عوض بسیار شکننده هستش. راه تشخیصشون هم همون خوندن انتهای متاه هست. همونطور که میبینید در انتهای متاه هم کلمه HSS هک شده و هم کلمه کوبالت. حتما درصد کوبالت هم در کنارش درد شده که اینجا میبینید که نوشته 5% HSS نمره 5 با کوبالت 5%. چهارمین دسته از متاهایی که من خدمتتون معرفی کنم متاهایی هستن که بسیار قدرتمندن و تقریبا خداوندگار همه متاها هستن، به نام متاه تنگستن کارباید یا همون متاه کارباید. متاه کارباید بسیار قدرتمنده، قیمتش بسیار بالاست و معمولا مخصوص دستگاه‌های یا ماشین‌های CNC هستش. اگر دقت کرده باشید متاهایی که تو ماشین‌های CNC به کار برده میشن سرشون دو تا کانال وجود داره که مایه خنک کننده با فشار ازش بیرون میزنه. اونا متاهای تنگستن کاربایت هستن. پنجمین نوع از متاهایی که من خدمتتون معرفی کنم متاهای دیوار هستن. فرق این متاه با متاهای دیگه در سریع متاه است که جنسشون متفاوت از بدنه متاه هست و اصطلاحاً بهش میگن الماس. در متاهای دیوار سری متاه رو با جوش برنج به بدنه متاه لحیم کردن. این متاها قابلیت تیز شدن به جوان ندارن. تا زمانی که این سری متاه، این الماسی که سر متاه است وجود داشته باشه، شما میتونید از این متاه برای سوراخ‌کاری دیوار استفاده بکنید. ساختار متاه بوتونکن با متاه دیوار معمولی هر دو تقریبا یکی است. سر هر دو الماس وجود داره، اما همونطور که میبینید در سر متاه بوتونکن 4 تا الماس وجود داره به جای 2 تا الماس. شما متاهای بوتونکن رو روی دریل معمولی نمیتونید استفاده کنید، اینو یادتون نره. متاهای بوتونکن قابلیت تیز شدن نداره و تا زمانی که الماس سر متاه تمام نشده باشه قابل استفاده هست. اگر بر روی آهن استفاده بکنید اینا رو سر متاهتون
خراب میشه. البته متاهای قدرتمند بوتونگ هم وجود دارن که بوتون و آرماتوری که داخل بوتون هست رو به راحتی سوراخ میکنن. از متای بوتونکن بر روی دریل معمولی نمیتونید استفاده بکنید شما، چون انتهای متای بوتونکن شیار وجود داره و مخصوص ابزارگیر بوتونکن است، مگر اینکه ببرید انتهای متای بوتونکن رو و روی دریل معمولی در روی حالت چکشی از این متاها استفاده بکنید. متای دیگه‌ای که تو بازار وجود داره متای گرانیت هست که اونم سری الماسه داره و مخصوص سنگ‌های با تراکم بالا مثل گرانیت هستش. نوع دیگه از دسته‌بندی که برای تقسیم بندی مته استفاده میکنن رنگ مته ها یا پوشش مته ها هستش. همونطور که میبینید من در اینجا یه مته سیاه رنگ دارم، مته با رنگ طلایی و مته های سفید رنگ. من تک تک اینا رو توضیح میدم خدمتتون و فرقشون رو براتون میگم. مته هایی که پوشش سیاه رنگ دارن مته هایی هستن با پوشش بلک اکساید، از مته های معمولی قوی ترن، قابلیت سوراخ‌کاری بهتری دارن و حسنشون اینه که به جومان زنگ نمیزنن. دقت بفرمایید که این رنگ سیاه فقط یه پوششی هستش که روی مته است. خود مته جنسی سیاه نیست، مته معمولیه با پوششی که اصطلاحاً بهش میگن بلک اکساید. مته‌های دیگه‌ای که در بازار بسیار به وفور پیدا میشن مته‌های رنگ طلایی هستن که همون مته HSS هستن که روکش تیتانیوم دارن. روکش تیتانیوم باعث میشه که مته های HSS نسبت به گرما مقاومت بهتری داشته باشن و کار سوراخ‌کاری رو بهتر انجام بدن. یه موضوع بسیار مهم دیگه هم هست که من خدمتتون عرض کنم در مورد تقسیم بندی مته ها، که در مورد نوک مته ها است. در مورد زاویه نوک مته ها، همونطور اگه دقت بفرمایید زاویه نوک این مته با این مته کاملا متفاوته. زاویه استاندارد مته ها که معمولا مته های معمولی در بازار دارن 118 درجه هست که این مته زاویه 118 هست و این مته زاویه نوکش 135 هستش. فرقشون چیه؟ مته ای که زاویه نوکش 118 هست یه مته همه کاره هست، برای آهن نرم، چوب و پلاستیک و آلومینیوم به کار میره. اما مته ای که زاویه نوکش 135 هست یه مته حرفه ای مخصوص فولاد و آهن سخت هستش. پس اگر شما رفتید داخل مغازه و یه مته مخصوص آهن میخواستید، سعی کنید که یه مته پیدا کنید که زاویه نوکش 135 باشه. این مته ها جنسشون قوی تره نسبت به این مته هایی که زاویه استاندارد 118 دارن و قدرت سوراخ‌کاری بهتری روی آهن سخت دارن. دوستان دقت بکنید حتی شکل تیز شدن این دو مته هم با هم متفاوت است. این مته ای هستش که زاویه سرش 118 هست و این مخصوص آهن با زاویه 135 است. این کاملا زاویه دار تیز شده، اما این یه حالت معمولی نیم دایره نوکش تیز شده. جوری که ما تو خونه میتونیم مته‌ها رو تیز کنیم به این صورت هستش. این مقدار دمانتگاه بیشتری برای تیز شدن میخواد، اما اینو شما داخل خونه به راحتی میتونید به این شکل نوک مته‌هاتون رو تیز بکنید. حالا شما رفتین داخل مغازه ابزار فروشی و میخواین یه مته برای خودتون بخرید، مته آهن میخواین بخرید برای خودتون، چطور میتونید تشخیص بدید که این مته آهن جنسش خوب هستش یا جنسش تقلبی نیستش؟ با رعایت این چند نکته که الان خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته که باید رعایت بکنید، باید انتهای مته رو ببینید و انتهای مته رو بخونید. ببینید هرچی مشخصات کاملتری در انتهای مته نوشته شده، یعنی اون مته با کیفیت تر و پدر مادر دارتره. این مته الان نوشته شده که شمارهشو نوشته که شماره 9 و HSS هست. اگه دنبال مته کوبالت هستید، همونطور که گفتم باید کلمه CO یا خود کلمه کوبالت در انتهای مته کامل نوشته شده باشه و درصد کوبالت هم نوشته شده باشه. اینا رو پس فراموش نکنید. اما یه مطلب مهم دیگه که ما خدمتتون عرض بکنم، شما دو مته دارید، هر دو مته نوشته شده HSS. موردی که شما میتونید تشخیص بدین که آیا این مته مته با کیفیتی هست یا مته تقلبی و معمولی هستش، برشیه که انتهای مته خورده. مته سمت راست انگار با اره بریدن. چقدر کیفیت برش انتهای مته رو میبینید، چقدر بده، انگار اصلا با اره بریده شده. اما مته که سمت چپ هست میبینید که برشی که در انتهاش خورده کامل ابزار خورده و خیلی تلتمیز برش خورده. کامل مشخصه که کیفیت این مته با این مته متفاوته. و نکته دیگه هم که خدمتتون عرض کرده بودن، زاویه نوک مته است. بر طبق اون نیازی که شما دارید، زاویه نوک متهتون رو باید درخواست بکنید که آیا مته معمولی می‌خواید یا مته مخصوص آهن.
مته معمولی یا مته همه کاره زاویه 118 درجه داره و مته مخصوص آهن زاویه 135 درجه. این روشایی است که شما میتونید باهاش مته با کیفیت و بی کیفیت رو تشخیص بدید.